و به راستی که قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، پس آیا پند پذیری هست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. لا یؤاخذکم الله، الله مؤاخذه نمی کند شما را، بلغو بسوگنهای لغو بلغو فی ایمانکم، بسوگنهایی که بدون توجه و بدون قصد از زبانتان جاری می کنید. ولكن يؤاخذكم ولله شما را مؤاخذه میکند بما کسبت قلوبكم با آنچه که قصد کرده دلهای شما که یمین منعقد است. والله غفور حلیم، الله بخشاینده است، حلیم بردبار است. که تو نام خدا را مقا کوچک فکر میکنی که در یک متر تکم نام الله را میگیری، در چیز دور را پم نام خدا را مفروشی. الله غفور است اگر توبه کردی، حلیم است بردبار است، اینمیالی نمیگیری تا ورنه مورد خشمش باید قرار بگیرید. در رابطه با حضور امشیرا در ایام عیادتشان و مساجد و همی رقم تلاوت و لمس کتاب الله جل جلاله، دو نکته را باید در نظر داشته باشیم. اولی که در ایام عیادت زنا باید در مسجد داخل نشود، و این موضوع واضح و روشن است. ولی زنا میتونن که به حیث معلم و یا زنی که درس میخونه شاگرد است و اشتراک در صنف دارد به قرآن کریم دست نزند، ولی درس بشیند، درس را گوش بدهد و تکرارش را در فکر و ذهنش کرده میتونه بدون کدام مشکل، و همچنان یاداشت ها داشته باشد، بعض موضوعات را یاداشت بگیرد و به اساس یاداشت برای اندیش زمینه خوبتری مساعد بکنه. در پهلوی دیگه زنانی که معلم هستند کوشش بکنن که شاگردایش را اگر کلمه کلمه داده بتانه جدا جدا که تعبیر درست شود در همون جایی که شاگرد بند مانده و درس سر شاگردش بخونن بهتر خواهد بود. ولی مانی از این نیست که در ایام عیادت ما بگویم درس نباشد، چرا اولی تعبیر صحیح نیست. امام بخاری رحمت الله علیه یک باب را مستقل گذاشته است و جمعی از محدثین به او اجازه می دهند و حسب از او احادیث عمل می کنند. خب باز هم حد المقدور کوشش می کنیم که زنا نباید در ایام عیادت به قرآن کریم دست بزنه و یا هم تلاوت بکنه و یا هم تلفظی داشته باشه، ولی حضور در درس، شنیدن درس جایی که غلط میشه، تعلیم همون نکته، این برش کاملا جواز دارد و در این مانع نیست و ما نمیتونیم که کسی را مانع درس قرار بدیم و یا درس را به خاطر ایام عیادت متوقف بکنیم، زیرا اگر چنین کار شود ایام عیادت محور زنا خو یک روز تعیین شده معین نیست که کل 400-700 زن
در یک ایام در یک زمان اینا مریض میشن، با در یک ایام پس جور میشن. پس یک سیستم فردی است و هیچ روزی نخواد داشته مگر اینکه یک تعدادش تکلیف داشته باشن. به اساس تکلیفش کدام روز ما با اونها رخصت بدیم؟ میتونین در درس بیاین، در درس بشینین، یادداشتهایتان را بگیرین، ولی مصحف شریف را دست نزنین. که تو مصحف کار نداشته باشه. درس با تمام قوتش میتونین بگیرین و با تمام قوتش درس داده میتونین. در ایام عیادت شاگرده اول نمره دارین، دوم نمره دارین، اونا باید درس بده. جایی که مشکل پیدا میکنه میتونی همون نقطه را برش تصحیح بکنی، همون نقطه را برش تصحیح بکنی، همون کلمه را برش تصحیح بکنی، ولی درستان را به پیش ببری. الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الله جل جلاله بتعقيب سوگند نمونه از سوگند منعقد را برای ما شما معرفی میکنند. از جمله سوگندهای منعقد یکی هم سوگند ایلا است. ایلا از باب افعال به معنای سوگند را میرساند که در زبان شرع یا در اصطلاح شریعت سوگندی است که شوهر به منظور خشم و اضرار به خانم از همبستری از او خودداری میکند. و در زمان جاهلیت ایلا سوگندی بود که شوهر جهت اضرار برای خانمش او را میگفت و ای زن نه همراهش همبستر میشد، نه من حیث یک زن برش میدید و در حالت تعلیق به اصلاح قرار داشت. اسلام عزیز آمد اینی تعهد را یا اینی سوگند را محدد ساخت. شوهر ارگا قسم یاد بکنه که والله بالله تالله ما دیگه امرای تو هم بستر نمیشم، به اینی سوگند خود اگر قسم خورد تا 4 ماه اگر این نزدیک نشد، یک تعبیر در خلال 4 ماه دیگه تعبیر دارد. اگر سوگند گرفت ایلا کرد در خلال 4 ماه اگر این نزدیک می شود کفاره سوگند را می پردازد به امو ده نفر نان یا ده نفر لباس یا هم گرفتن روزه است. و اگر به 4 ماه خود رسید، یعنی 4 ماه فکس پوره شد، بعد 2 نظر در بین علما است. یک نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، یک نظر جمهور علما است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید که ارگا که 4 ماه پوره شد خود به خود ای زن سر شوهرش طلاق میشود، زن سر شوهرش طلاق میشه با طلاق باین. و ارگا که طلاق شد پس به تجدید نکاح میتونه خانمش باشه. جمهور علما میگه که 4 ماه پوره شد، بعد از 4 ماه ای شوهر 2 را دارد، یا باید همراه خانمش زندگی بکند و یا هم باید نکاح را چی بکند؟ فسخ بکند، طلاق باید بدهد به حکم قاضی. قاضی در اینجا مداخله میکند. موضوعات جزئیش در کتاب های فقه مطالعه بکنیم. و از طرف دیگر اسلام این موضوع را هم برداشت که یک شوهر حق زیرا نداره که همیشه ایلا کرده براد و هر زمانی که به هر زمانی که خواسته باشد، بلکه زمان را برش محدد کرد که تا 4 ماه. از 4 ماه که گذشت به نزد احناف خانم خود به خود طلاق است، خود به خود طلاق است. کمتر از 4 ماه باید کفاره بدهد. الله می فرماید للذین، مرانان را که یعلون ایلا می کنند من نسائهم، امرای خانمهایشان تربص 4 اشهر، وقت انتظار است برشان 4 اشهر، 4 ماه. 4 ماه انتظار در حقشان است. فإن فاؤوا، پس اگر وفا کردند، بازگشتند به خانمهایشان، از سوگندشان دست بردار شدند، فإن الله غفور و رحیم، الله بخشنده مهربان است، پس خانمش است.
و این عزم الطلاق و اگر قصد طلاق کرده باشد فإن الله سمیعون، الله نیک شنواست. قبلا ایره فهمیده بود که تو چون این کار میکنی، علیم و داناست به افعالتان، شنواست به اقوالتان و علیم است به افعالتان. بنان اگر 4 ماه تیر میشد خانم چی است؟ طلاق است. یکی از انواع به اصلاح طلاق ها بود و وسیله اضرار با خانم بود که اسلام او را چی کرد؟ محدد ساخت که از یک طرف تربیت برای کی شود؟ تربیت برای همسر بوده باشد، از طرف دیگر احترام گذاشته شود به نام خداوند متعال که او چی است؟ سوگند گرفتن بود. و المطلقات و زنان طلاق کرده شده ای که مدخول بهن، و المطلقات المدخول بهن یتربصن بانفسهن 3 قروء، زنانی که امرایش مقاربت صورت گرفته، همبستری صورت گرفته، انتظار بکشن بانفسهن با جانهای خود 3 قروء، 3 قرعه را. زن طلاق می شود، این زن مکلفیت دارد که 3 قرعه را انتظار بکشد و با کسی دیگری چی نکنه؟ عروسی نکند. قرو جمع قرعه و معنی جمع کسرت است و اقرا جمع قلت است. یک زن بعد از طلاق 3 حیض را به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یا 3 طهر را به نزد جمهور و علما چی باید کنه؟ بر خود باید بگذراند. ولا یحل لهن، و حلال نیست برای زنان مطلقه ان یکتمن، که بپوشاند ما خلق الله فی ارحامهن، آنچه که الله در رحمهایشان آفریده است. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر ایمان داشته باشند به الله جل جلاله به روز آخرت. زنی که ایمان به خدا و به پیغمبر دارد باید بفهمد که علت عدت چیست؟ حفظ نسل. چرا خداوند متعال بر زنان مطلقه عدت را لازم میکنه؟ به خاطر که نسب معلوم شود. این زنی که در نطفه خود، در شکم خود، در رحم خود طفل دارد و عدت را سپری میکنه و باز اعلام میکنه که من طفل ندارم، در حقیقت نسل را میخواهد که خلق بکنه و این جنایت است، این گناه کبیر است. اگر ایمان به الله دارد پس نباید بپوشاند آنچه که الله جل جلاله از شوهرش برش پیدا کرده در رحمش. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، و شوهرایشان در مدت عیادت، در مدت عدت احق و سزاوارتر هستند بردهن، با بازگشت ایشان فی ذلک، در امین مدت 3 قرعه. این اراد و اصلاح، اگر اردو جانبن چی خواسته باشند؟ اصلاح را خواسته باشند، خوبی را خواسته باشند و نزاع را ختم کرده باشند. اول نکته که باید ما شما علی بفهم ایست که طلاق من حیث المجموع به 3 نوع است: طلاق رجعی، طلاق باین و طلاق مغلظ، یا به عبارت طلاق 3. از طرف دیگر طلاق تقسیم می شود به طلاق سنی و به طلاق بدعی. طلاق سنی که شریعت اسلامی به ما شما تعلیم می دهد که همچو روند که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما شما تعلیم داده است، مطابق با او حرکت بکنه. بنان اسلام من حیث دین کامل و شامل تشویق میکند که طلاق باید صورت نگیرد. به خاطر حل قضیه که طلاق صورت نگیرد، یک سیستم دقیق منظمی که قرآن کریم انشاءالله اساسا ما شما او را بر ما شما بیان میکنه، ولی خلاصیش که عرض بکنیم ایست که اول در انتخاب دقیق بوده باشین تا که طلاق صورت نگیره. درست انتخاب بکنین، خانم را ببینین، خانم شوهر را ببیند، از همه جوانب باید معلومات کافی برای هر دو فامیل وجود داشته باشه. اگر چنین کار شود از طلاق خود به خود جلوگیری صورت میگیره. نکته دوم که از طلاق جلوگیری صورت میگیرد، آیه‌ای که قبلا ما شما تلاوت کردیم و قدیمو لی انفسکم، شوهر و
و خانم اردویش مکلفیت دارد تا مقدمه همبستری خود را داشته باشد و این یکی از موضوعات مهم و جدی است که نظام خانواده را محکم نگاه میکنه. بعد از این اگر سوم نکته به ما پیشنهاد میکنه که هر دو طرف فامیل ها مکلفیت دارند که مداخلات بی جای را در فامیل کسی نکنند. این تشویق است که دین میکنه. نصیحت از دستت پورا بود بکو ولی مداخلات بی معنا را دست بردار. هرگاه به اساس مشکلی در میان شوهر و در میان خانمش چیزی پیدا می شود میبینیم که هر یکی بر دیگر حقوق دارد و قرآن کریم جمعه که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته‌ای از طرف شریعت تعیین شده است. وظایفی که بر دوش دارد زن در مقابل وظایفشان چی دارد؟ حقوق از خود دارد. ولی رجال علیهن درجه و مردان را بر زنان چی است؟ یک درجه است. معنا چی شد؟ که اول تسامح گذشت، ای اصل فکر فرهنگ اسلامی است. گذشت باید بکنن به یک دیگر، تحمل باید بکنن یک دیگر را. لحظات یگان بار انسان خوش نیست، فکرش نیست، مانده است، یگان بار گرسنه است، قهر میکنن، یکی بر دیگری گذشت بکنن و موضوعات را ناقی ناقی دامن نزنن. این اصل شد. دوم، زن کدام متاع عادی نیست، کدام شی به هرزه نیست، بلکه مخلوق خداست. در کل موضوعات دوشادوش مرد مکلفیت دارد، مسئولیت دارد. قرآن برش تثبیت میکنه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، یعنی سلسله مکلفیت هایی که دارد در پهلوی مکلفیت هایش سلسله امتیازات و سلسله وجائب هم دارد. وجیبه پیدا کرد، حق پیدا میکنه، حق دارد، وجیبه دارد. بنان اتنی نمیشه که ولهن و برای امی زنان مثل الذی علیهن بالمعروف همانند وظایف که بر دوش آنهاست حقوق شایسته هم برش است. ولی رجال علیهن درجه، ولی برای مردان بر بالای زنان یک درجه است. زن حقوق دارد و اسلام را تسلیم کرد. مرد حقوق دارد، اسلام را تسلیم کرد. ولی این حقوق مساوی نیست که اروپا میگوید، آمریکا برای ما شما تشریح میکند. حقوق وجود دارد ولی متفاوت. حقوق وجود دارد در مقابل مسئولیت، در مقابل وجایب. حق اسلام مفت نمیتوه کسی، اول وجیبه برش تعیین میکنه، باز برش حق تعیین میکنه. زن حقوق دارد، خوی حقوق در مقابل وجایبش است. شوهر حقوق دارد، خوی حقوق در مقابل وجایبش است. بناهن شوهر در مقابل خانمش وجیبه دارد که نان بتشه. نان داده نمیتونی، نکاح نکن. قطعا موضوع بسیار واضح است، روشن. خانه برش بتی، خانه برش داده نمیتونی، عروسی نکن. سوم، همبستری همراهش باید بکنی، نمیتونی همراهش عروسی نکن. پس این حقوقی است که اسلام برش تعیین کرده. نان، لباس، همبستری و مسکن، این حقوقش که باید برش بده. اینی چهار حق را نتونست بدهد، شوهر حق بر بالای زن ندارد. زن میتونه که حق طلاقش را تقاضا بکنه یا به اساس حکم قاضی، قاضی را بگه که هرگاه شوهر این حقوق را برش نداد، و یا ای که مطرحش بکنه با شوهرش و این حقش را تثبیت بکنه. حقوق تثبیت شد ولی حقوق مساوی نیست. در اسلام مساوات که مطرح میکنن یک تعداد نفهمیده. در اسلام عدل است، عدل مساوات نیست. در اسلام عدل است. عدل چی را میگه؟ سپردن حق به زی حق، این عدل میگه. مساوات را میگه که کلگی را یکسان فکر بکنی، کلگی را یکسان فکر بکنی. اسلام چی رقم میگه؟ استاد باید درسن بیاید، بشیند، به همگی درس میگه،
کلگی را گفته گپ مرا بشنو، کلگی را کتاب داده، کلگی را چوکی داده، کلگی را پیشونی شان داد. ولی انگامی که امتحان میگیرد باید نمرات را مطابق با چی بده؟ پارچه بده. در اینجا عادل میکنند، مساوات میکنند در سر اعطای همه چیز. بعضی نکاتی هست که در اسلام به عنوان مساوات مطرح است. حق حیات مساوات دارد، زن و مرد حقوق مساوی در حیات دارند. یعنی هیچ نوع برتری از نظر حیات زن بر مرد ندارد، مرد بر زن ندارد. چی زن را بکشی قصاص میشی، چی مرد را بکشی قصاص میشی، چی کل که زن را قطع کده قصاص میگیرست میشی، از مرد را قطع کده. تفاوت در این است. حق مال این مساوی است، هیچ تفاوتی در میان مرد و زن نیست. زن حق دارد که مال داشته باشد، مالک باشد، مالک خانه، مالک موتر، مالک زمین و و و و هر چیز. عین حقوق را، عین مساوات را مرد دارد، میتونه صاحب مال بوده باشد. در پهلوی از او مرد حق بیان دارد، میتونه چیزی را بگوید، مطرحش بکند. عین حق را زن دارد، میتونه حق را بیان بکند، بگوید، سخن بگوید. هیچ کس حق نداره بر دهنش دستمال را بگذارد. این حقش است. حق عبادت و تقرب به سوی الله جل جلاله حق مرد و زن یکسان است. هیچ تفاوتی در این نیست. مساوات وجود دارد. بناهن بعض سلسله حقوقی است که در اوجا عدل است، در اوجا مساوات نیست. شوهر مکلفیت دارد، ارگاه بخواهد که نظام خانواده را جور بکند، سلسله حقوق مشخصی برای مرد متوجه می شود. مکلفیت داری نان بتی، مکلفیت داری لباس بتی، مکلفیت داری که جای بتی، مکلفیت داری که هم بستری هم رایش بکنی. این واجب است. یکی از این را کردانتون شوهر نیست. در مقابلش همسر مکلفیت داره به می عقدی که صورت می گیره که در خانه شوهرش باشد، بدون اجازه بیرون نرود. مکلفیت داره خانواده را نگاه بکنه، اولاد را تربیت بکنه و در آسایش خانه قدم بگذارد. این مکلفیتش است. کاری که این زن نکند، در حقیقت مسئولیت خود را ادا نکرده. مسئولیت خود را ادا نکرده. پس میبینیم که مسئله به اینجا مطرح نیست که شوهر حق از این رو که زن خود لط بکنه، نان برش نده. این موضوعات نیست، این حق نیست، این در حقیقت جنایت است. وقتی که این حقوق خلاص می شود، این هم چهار حقوق پیدا می کنه، این هم چهار حقوق پیدا می کنه، این هم چهار مسئولیت پیدا می کنه، این هم مسئولیت پیدا می کنه و این حقوق را تعداد به 12 و 13 دانه می کشند. مهمترین موضوع میه اردو در یک خانه زندگی می کنند، صاحب اولاد هستند. این فامیل یک چیزی داره به نام دروازه. کسی باید نگهبان ازی باشد، کسی مسئول بند کردن دروازه باید باشد، کسی باشد که کسایی که در بیرون است با او ارتباط باید بگیرد. این حق ارتباط و این حق سیادت و این حق رهبری و حق ریاست که از جمله مسائل فطری است. قرآن میگه ولی رجال علیهن درجه، برای مردها بر بالای زنها یک درجه است. او یک درجه چی است؟ درجه ولایت، درجه ریاست فامیل. ای از کی است؟ ای از مرد است. چرا از مرد است؟ هم از نظر مصارفات و هم از نظر جسامت. از اردو نظر قرآن میگیره بر مرد بود. مرد است که خشت خانواده را میگذارد، بلک ها رو پر بر بالای زن خود مصرف میکنند تا عروسی صورت میگیرد، بعد متکفل نانش است، متکفل لباسش است، متکفل جایش است، مسکنش است. این حق به اساس مصارفاتی که میکنه به دست آورده. بنان شوهر حق بالاتر دارد. دوم موضوع از نظر جسامت. عملا پرسان بکنه ارگا دقل باب میشود، کدام حرکت صورت میگیرد، تشویشی در خانه پیدا میشود، بیرون از دروازه کی میرود؟ کی جان خود در خطر مندازد؟ کی در دفاع از خانوادش قدم میگذارد؟ از نظر جسمی هم مردی کار میکنه،
قرآن میگه چرا این کار را باید به کسی بسپاری؟ که او نگهدارنده بوده باشد. دفاع خاص سرزمین و خانواده و آبرو و عزت شوهر کرده میتونه. بساس قوتی که خداوند متعال برش داده باشد. بساسی که تحمل کرده میتونه صدمات را. این حق از کی است؟ این از شوهر است. آیا کسی بوده که نمیشه ما جور بیم؟ استغفر الله، مثل که امی دموکراسی خیلی میگه ما جور میم، جور آمده نمیتونیم. ما ممکن است که در یک جای اداره باشد، اونجا اوجا آمر نباشد، اوجا رئیس نباشد و اداره خودش چرخ بخورد. ناممکن است. ناممکن است که مملکت باشه رئیس جمهور نداشته باشد، وزارت باشه وزیر نداشته، ریاست باشه رئیس نداشته. این ناممکن است. خانه باشه رئیس نباشد. رئیس برای چی؟ به خاطر که پرسان صورت بگیرد، مسئولیت ها مشخص شود، کسایی کاری خوب میکنه تشویق شود، کسایی که کاری غلط میکنه سرزنش شود. این صلاحیت از کیست؟ این صلاحیت از مرد است. قرآن را تسجیل کرده. اگر دموکراسی خیل بخوای یا نخوای، قرآن میگه ولی رجال علیهن درجه. این یک درجه است که قرآن برش داده و در عمل این تحقق یافته. در عمل امطور است. این درجه ظالمانه نباید باشد که استبداد رأی در خانه باشد، بلکه اینی درجه را، اینی موضوع را با تمام قوتش به اساس مشوره با پیش برود. نظام خانواده را به اساس مشوره با پیش ببرند. از استبداد رأی باید جلوگیری بکنند. این معنی از این نمیده که در افغانستان رواج است. در افغانستان ما بر زنها هیچ حقوقی نمیدیم. دینی که حق برای خانم‌ها داده، با تأسف که در افغانستان داده نشده. این را قبول میکنه. ولی این را نمیپذیرم که دین را برداریم. من ندادم حقوق یک زن مسلمان را. مشکل در ماست، مشکل در دینم نیست. حکومت بی‌معنا مکلفیت داره حمایت ما بکند تا از طریق دین برای زنها حقوق سپرده شود. این مکلفیتش است. این مکلفیتش نیست که دین را از جامعه بردارد، ارزش را از جامعه بردارد. ولی رجال علیهن درجه، این درجه معنی از این نمیده که زن را لط بکنه، بزنشه، تحقیرش بکنه، توهینش بکنه، پایش برش بشکنانه. این حقش نیست. قرآن حق برش نمیده. والله عزیز و حکیم، الله غالب با حکمت است. پس معنی چی شد؟ ارگو این حقوق دقیق تنظیم شود، باز هم مشکل در خانه آمد. حل قضیه را کی باید بکنه؟ رئیس بکنه. شوهر مکلفیت داره برای خانمش بود که اینی کارت غلط است، اینی کارت غلط است، اینی کارت غلط است. تو من حیث مادر اطفال من، من حیث کسی که در فامیل هستی، این اعمالی که تو میکنی، این در حقیقت خانواده ما را بدنام میکنه، این در حقیقت تربیت اطفال ما را خراب میکنه، این شخصیت ما را مشکنانه. لطفا اینی کار را نکن. یه امر باید برش بکنه. ارگا خانم امر شوهرش را نپذیرفت، بعد دوم مرحله پیشکش میکنه. او چی است؟ در بستر از پیش جدا میشود. به اصطلاح عادی بگم خشم امرایش میکند. دیگه در بستر امرایش خواب نمیکنه. و تبعیض که زن میگه چرا؟ برش بسیار با شفقت میگه. من بعد گفتم من تو کار بکن، کل سرت خلاص کردم، با چرا این را عمل نکردی؟ خانم مکلفیت داره، باید بفهمه، درک بکنه و زندگی خود را خراب نکنه. تسلیم شوه برای آمرش، تسلیم شوه برای فرمان رئیسش. او رئیس است، او کلان خانه است، باید احترام بگذاری. بلفرض نکرد، این کارم نکرد. شوهر سوم نکته از امارت و از قدرتش استفاده میکنه. ضربن غیر مبرح، زدن غیری زیکی سوزش بکنی، بشکنانیشه. او باید تحمیل شوه سرش که این تو راست و تو باید قبول بکنی. تو مادر طفل مستی، از تو یاد میگیرن. اجازه رفتن بی معنا رو برات نمیتون. اجازه با هر کسی که تو خواسته باشی گپ زدن نمیتونی. اجازه زیر نمیتون که دل مست هر چی کاری بکنه. بدون از اینکه تو بوده باشه که یک کسی را چنان لط بکنی که صورت سرش بگیری. این کفایت میکنه و این آواز باید بیرون نرود. و این زدن هم نه به خاطر توهینش، نه به خاطر تحقیرش، نه به خاطر اینکه اوگار شد، بلکه توجه برای مسئولیت هایش. متوجه شد.
متوجه کردن به سوی مسئولیت ها. نشد، نتیجه نگرفتیم. شوهر چهارم اقدام را میکنه، فورا پدر خود را، مادر خود را، خسر خود را، خوشوی خود را میخواند. بعد کل جریان برش میگوید و برش میگه که شما بیاین کلانای ما، شما بزرگای ما، شما کسی که از فامیل ماست. از اینی جا شروع کردیم، به اینی جا رساندیم. با تاسف که تمام ارزش ها را این خانم نادیده میگیرد. ارگا این کلانا بدون از اینکه دیگر را خبر شود، بدون از اینکه قال مقال بوده باشد، در جریان گفته، اردو خانواده ای را تهدید میکنه و برش میگه درست که عمل کن. این محکمه فامیلی که صورت گرفت، میشه شوهر غلط کرده باشد، شوهر غلط اقدام کرده باشد، غلط تعمیل کرده باشد، غلط تمثیل کرده باشد، اردو طرف پدران و والدین برش میگه بچه تو خراب کردی، در جا خود تو ملامت هستی، در جا خود تو اشتباه کردی. این را برش متوجه میکنه. محکمه فامیل با آبروترین محکمه. اردو فامیل باید از تعبیر خودش استفاده نکنه. قرآن انشاءالله اوجا میرسیم با تفصیل موضوع رو بررسی میکنه. وقتی که این محکمه فامیلی نتیجه نداد، بعد از او باز مسئله سوم پیش میاد که قرآن میگه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. زنی که طلاق کرده شده و دخول امرای صورت گرفته باشد، این زن سه خر ارا به خاطر حفظ نسل باید سپری بکند. بعد میگه که الطلاق مرتان، طلاقی که رجعی است و شوهر میتونه برای خانمش بازگشت بکنه، مرتان دو بار است. طلاقی که شوهر به خانمش پس رجعت میکنه دو طلاق است. بعد از دو طلاق فامساکم بمعروف او تسریحم باحسان، پس از آن نگه داشتن است به طور شایسته و یا هم رها کردن خانم است به طور شایسته. الطلاق مرتان، طلاقی که در اون رجعت صورت میگیره دو طلاق است. طلاق ما تقسیم کردیم به طلاق سنی و به طلاق بدعی. طلاقی که سنی است، این می مرحله را کلش طی میکند. بعد از اینکه طی شد، بعد از محکمه فامیلی یک طلاق بر خانم داده میشد، تو طلاق است. وقتی که برش میگه تو طلاق هستی، خانم چی میکنه؟ بیرون میبره؟ نه. قلمقال میکنن؟ نه. بیابگی میکنن؟ نه. خانم در خانه شوهرش میپاید، یک ماه مکمل میپاید. مکلفیت داره که کل گپار از سر کنترل بکنه که در کجای ما غلطیست، ما چی کاری کردم که حالی از اولادم جدا میشم، چی کاری کردم که باید یک بدبختی رو میارم. یک ماه قرآن برش وقت میده، وقت بده. و ای تو که تو طلاق اصیران چه وقت میگوید؟ وقتی که زن از مریضی مهوارش خلاص شد، غسل کرد، کالای پاک خود پوشید، شوهر برش مقاربت نمی کند، بعد برش میگه تو طلاق هستی. یعنی در او وقت یک مدتی که شوهرم از خانمش کنار است، بساس مریضیش تحمل دوری خانمش را ندارد، مجبور است بعضی نقاط را بپذیرد. میشود که امی دوری شوهر را اصلاح بکنه، شوهر ملامت باشد و بعض نقاط ضعیف خانم را بپذیرد. اسلام ایره میگوید. اگر نشد، میگه شوهر میگه در امی پاکی که مقاربت صورت نگرفته، خانمت به یک طلاق طلاق کن. تیر میشود، وقت برش است که میتونه در امی ما برای همسرش نزدیک شود. با مجرد دست سرش گذاشت، با زبان برش گفت که تو خانم مستی، مقاربت امرایش کرد، خانمش است و این طلاق بدون از اینکه کسی دیگر بیاید تجدید نکاح برش بکند، شاهد بوده باشد، چیزی دیگری باشد، فقط امی همبستریش روا بودنش است و خانمش است. معنای گپ چیست؟ در طلاق رجعی قدرت و سیادت در اختیار کیست؟ در اختیار شوهر. شوهر انگامی که به این شکل به خانمش بگه تو طلاق استی، اگر به قول یا به عمل به خانمش بار دوم نزدیک میشه، ضرورت به تجدید میکنه. یک ماه وقت مکمل و فرصت برای از این خانم است. بعد یک ماه سپری شد،
باز محور عیادت خود را دید، باز غسل کرد، باز کالا را پوشید. اگر درست صورت چیزی تغییر نامده بود، شوهر کلمه دوم را اطلاق میکند، تو طلاق هستی. یک طلاق ماه گذشته شد، یک طلاق آلی شد. آلی طلاق چی است؟ طلاق بائن است. دو طلاق همراهش یک جای شد. ده طلاق بائن حکم چیست؟ صلاحیت از شوهر گرفته می شود. صلاحیت بر تفویض می شود برای کی؟ برای خانم. دو طلاق زن گرفت، اگر زن بگه دیگه نمیخوام با تو عروسی بکنم، نمیخوام با تو زندگی بکنم، حق دارد. اگر شوهر باز هر قدر بگه که من امرایت زندگی میکنم، رضایت زن در اینجا شرط است. زن باید راضی بوده باشه. بدون رضایت از این نمیتونه که امرایش عروسی بکنم و مقاربت بکنم. هرگاه دو طلاق داده شد، چون موضوع بزرگتر شد و رضایت زن در اینجا حتمی است، ضرورت به شاهد است، ضرورت به تجدید نکاح است. در اینجا بدون از اینکه چی باشد؟ مهری باشد. بدون از اینکه دول و سرنه باشد. این چیز هم نیست. ماه گذشت، دو ماه، سوم ماه آمد. در سوم ماه ضرور نیست که یک کلمه را اطلاق بکنی. ضرور نیست. کفایت میکنم این دو دونه. خانم تا بعد از سه ماه رخصت بکنه که برود. چی ضرورت است که کلمه سه دانه را اطلاق میکنه؟ این کلمه را نگو اصلا. سوم طلاق ها نپردو. اگر انداختی که تو طلاق هستی، سه طلاق میشه. این را طلاق مغلظ میگوید. این طلاق که واقع شد، صلاحیت از زن و صلاحیت از شوهر از اردویش گرفته میشه. اگر زن و شوهر اردویش بود که ما با هم زندگی میکنیم، دیگه زندگی کرده نمیتوند. حتی تن که حضا و جن غیره، تا که سوم کس را با او نکاح نکند، با دوم کس نکاح نکند. ارگاه با دوم کس نکاح کرد، بعد از مدت زندگی با او و او به اختیار خودش، بدون از این در نظر گرفتن که زن میخواه به شوهرش اولش برگردد. اگر شوهر دوم طلاقش داد یا او مرد، بعد از اون میتونه به شوهر اول پس تجدید نکاح بکنه. تجدید نکاح روشن، واضح، یعنی عادی پت نمیتونه این نکاح را بکنه. یک عروسی از نو است. قرآن در اینجا میگه که الطلاق مرتان، طلاقی که در اوج رجعت صورت میگیره به همسر، دو طلاق است، یا باین یا رجعت. فامساکم بمعروف، پس از آن نگه داشتن زن است به طور شایسته. یعنی معنا چی؟ دیگه ناقی ناقی بانتراشی یکیش هم معده باید بکنن، به طور شایسته صحیح باید زندگی خود را به پیش ببرن. او تصریحون به احسان، یا رها کردن آنهاست به طور شایسته. شایسته چی رقم؟ زنه که طلاق میتی باز پشتش گرد نزن، یه حق نیست. او یک انسان است، وقتی که تو را طلاق دادی، معنی از اینه که باز نامش بانی یه فایشه است، یه فلانه است، یه دستانه است، ده رقم نام بانی، یه حقت نیست، بهتان نکن. بسیار صریح بگو، نمیتونستم امروز زندگی بکنم. بسیار خوب زن بود، خداوند مطالبه بخش، الله آخرتش نیکو بکنم. هر نیجا شوهر اعلام میکنی، پشت سرش گپ نزن، ناقی ناقی تهمت سرش نگذار. و تصریح هم به احسان، رها کردن به طور شایسته. ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما، ان تأخذو که بگیرید، مما آتیتموهن نشیئا، از آنچه که داده زنان را چیزی. ولا یحل لکم، برای شما حلال نیست ای شوهران، ان تأخذو که بگیرید، مما آتیتموهن نشیئا، از آنچه که داده زنان را چیزی. چیزی که براش دادی او را از پیشش پس بگیرید، یه حقت نیست. چیزی که به خانم دادی، باز خانم تا طلاق دادی، او را از پیش پس گرفته نمیتونی. او چی است؟ مهرش است. مهر که تو برش دادی، او از زنش است. کالایی که برش کردی از زنت است. بودی که برش خریدی از زنت است. این بر شما حلال نیست. ایش چیزی گرفته نمیتونیم. یگان بار مشکلاتی از هر دو طرف است. زندگی دیگه کرده نمیتونم. الا ان یخافا، مگر آنگاه که بترسن مرد و زن، الله یقیم حدود الله،
که برپا نتوانند احکام خداوند متعالی. اردویش بترسد، زنم میفهمد که نمیتونه دیگه با تو زندگی بکنه، مردم بفهمه که نمیتونه با تو زندگی بکنه. هر روز در این خانه جنجال است، هر روز در این خانه نان خوب با آسانی و با خوشی خورده نمیشود، مشکل است که دیگه زندگی بکنید. فان خفتم، پس اگر بترسید، الله یقیم حدود الله، از آن که رعایت نکنن حدود الله جل جلاله را، نتونن این حدود رعایت بکنن، فلا جناح علیهما، پس نیز گناه بریشان، فی مفتدت به، در آنچه که عوض خود داد زن، آنچه که عوض خود بدهد یک زن، در این گناه نیست. این چی میگیم؟ خلع. خلع ارگاه یک زن نتونست با شوهر زندگی خوب بکنه، خوشش نه با شوهر، مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی دارن که امام بخاری، امام نسائی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که جمیله خواهر عبدالله ابن ابی سلول خانم ثابت ابن قیس، ای پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمد و گفت که یا رسول الله، ثابت ابن قیس ما اعتب علیه فی الخلق فی الخلق ولا فی الدین، مثل ثابت ابن قیس هیچ اعتراض ندارم، نه از نظر اخلاقش بهترین آدم است، نه از نظر دینش، خیلی خوب دیندار آدم است، ولی ما تحمل از او را کردن نمیتونم با خودم، دوستش ندارم، ما او را بد میبینم، بودن با او را بد میبینم. و از طرف دیگه و اکره الکفر فی الاسلام، از طرف دیگر در اسلام کفر را قبول کردن نمیتونم. اسلام به ما بگه که با شوهرت خوب زندگی بکو و من نمیتونم آسایش بتم شوهر خود را، نمیتونم آرام نگاهش بدارم. امیر عرض میکند، پیغمبر خدا علیه السلام برش فرمود که اتوریدون علیه حدیقته، آیا رد میکنی برش امو باغچه ای که بر تو در مهر داده؟ قالت، گفت نعم. تو رد میکنی امو باغچه ای که در مهر از پیش گرفته پس برش مسپاری؟ گفت بله. پیغمبر خدا به ثابت ابن قیس گفت که اقبل الحدیقه، باغ قبول بکو و طلقها تطلیقه، و یک طلاق برای خانمت. معنا چی شد؟ خلع سپردن امو مهریست برای کی؟ برای شوهرش، و رها کردن خانم و طلاق کردن آن است. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که خلع فسخ نیست بلکه طلاق است، و به می حدیث عمل میکنه، و طلقها تطلیق، و طلاقش بکن به یک طلاق. جمهور علما که فسخ است. به هر صورت هرگاه زن با شوهرش نتونه زندگی بکنه، زن میتونه که خلع بکنه، مصارفات شپس را عوض بدهد و خود را آزاد بکنه. در کل تلک حدود الله، ای همش مرزهای الهی است. قرآن چقدر فامیل دفاع میکنه، تلک حدود الله، ای همش چی هستن؟ مرزهای الهی هستن. فلا تعتدوها، پس از آن تجاوز نکنه، دیگه طرف نروید. یکی از صحابه برای پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت که یا رسول الله، اینی اسمع الله سبحانه و تعالی یقول، ما خود قرآن میشنوم که الله میفرمه الطلاق مرتان. طلاق چی هست؟ دو طلاق هست. باز فعین الثالثه، امی سوم طلاق در کجاست؟ پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که التصریح به احسان یا ثالثه، آزاد کردنش به طریقه شایسته سیوم طلاق است. سیوم طلاق نیست، به طریقه شایسته آزادش بکن. این مرزهای الهی است. وش کنن به شکستاندن از اون نزدیک نشوین، طوری که به شما گفته شد عمل بکنید. و من یتعد حدود الله، و هر که بیرون رود از مرزهای الهی، فاولائک هم الظالمون، بس امی جماعه ستمگار است. هر کس که مرزار در نظر نگیرد او ستمگار است. یکی کسایی که در این سیستم کار میکد کی بود؟ فامیلا، محکمه فامیلی. اگه اونا تجاوز بکنه ستمگار هستن، به عوض که یک نفر برای بچه خود بوه که بچه عروست بر تو حقوق دارد،
خانه پدرش را گذاشته است، برادرش را گذاشته است، با تمام مالش، با تمام قوتش، آنچه که در اختیار داشت کلش برای تو آورده. از خدا بترس و حقوق شرعیت بکن. مادر و پدر چنین تدریس و چنین درس را برای فرزندش بدهد. هیچگاه حق ندارد که مادر و یا هم پدر شخصیت سنویش پیش فرزندش کوچک بود. این حق ندارد، بلکه شخصیتش برش بلند بگردند، احترامش بکنند، از دور مراقبت داشته باشد. غلط قدم گذاشت، سنوی خدا بفهماند که دخترم اگر این کار ادامه بدی شوهرت از تو خفه می شود. وقتی که خفه شد زندگی کردن نمی کنی، در خانه جنجال پیدا می شود. یکون عیوبی که داره او را سرش پرده بندازد، بر شوهرش نگوید، بلکه در تربیتش قدم بگذارد. این مسئولیت یکی هست، خودشوی و امی رقم سنو هست. در پهلو هر مادر و هر پدر برای دختر خود نصیحت میکنه، در اوجا که رفتی شوهرت به تو مصارف کرد، امیدهای بسیار بزرگ برای تو دارد که از تو فرزندی به دنیا بیاد، مایه خوشی و سعادت از خانواده شود. این مادرش، پدرش بارها بارها به این میاندیش که خدا چه وقت برای فرزند مروسی بکنم، چه وقت یک سنم در خانه بیاد، وش کنه که ای آبروشه، ای آرمانشه، ای ناز و نیایشه که بر تو در نظر گرفتن. درکت لغت نزنی بیا بی ادبید و بی حرمتید، بلکه احترامش را بگذار. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به می تعبیر بر ما شما میکنه که شما دو پدر دارین و دو مادر دارین. یک مادرتان در حقیقت خشویتان است، یک پدرتان خسر شماست، در شما حقوق داره. ببینید که از دو طرف فامیل برای خانواده خود نصیحت میکنند، اونا رو توجیه میکنند، نه که مداخله بکنند، نه که برش بگه تو ما پشت سرت هستم، بیادرها داری، پدر داری، قوت داری، رنگش نداری که تو رو قبول نمیکنه. این کار برش نشان ندهد، بلکه متوجه بوده باشن که صبح بر دختر رو که دخترم تمام دروازه ها برخلاف ادب سر بسته است، بار دوم در خانه تو رو نمیمونم. فکرت بوده درست تو را برو، درست احترام بگذار. این اساس است. قرآن دزی خواهد تلک حدود الله، این مرزهای الهی است، فلا تعتدوها، پس از آن تجاوز نکنید. و من یتعد حدود الله، هر کی تجاوز بکند، هر کی بیرون رود از مرزهای تعیین شده ای الله جل جلاله، فاولئک هم الظالمون، یقینا که گروه چی هستن؟ ستمگار هستن، ظالم هستن. بناهن وقتی که از این خلا شد، آخرین مرحله، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر بعد از دو ماه سوم ماه آمد و در اینجا باز مقاربت صورت نگرفته بود، زن غسل خود کرده بود، بعد از او آرایش کرده بود و شوهرش باز برش گفت که تو طلاق هستی. این طلاق چی میگیم؟ طلاق ثلاثه میگیم. ارگا سوم طلاق واقع شد، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاقش داد که تصریح به احسان می شود، فلا تحل له، پس حلال نیست برای شوهر من بعد و بعد از خروج همی کلمه که تو طلاق هستی، حتی تن که زوجن غیره، تا ای که به نکاح گیردی زن زوجن غیره شوهر دیگر را. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر شوهر دوم طلاقش داد و یا شوهر دوم وفات کرد، فلا جناح علیهما، بس نیست گناه به اردویشان، ان یتراجعا، ای که مراجعه بکنه بس نکاح مجدد، ان ظن، اگر یقین داشته باشن، ان یقیم حدود الله، که حدود الله را دیگه برپا میکند، به جای به جای سخنا را به یک دیگر نمیزند، حق حرمت یک دیگر را نمیکند. و تلک حدود الله، این مرسای الهی است، یبینها، که الله بیانش میکنه، لقوم یعلمون، برای گروهی که میداند. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.